مسؤلیت تا مسؤلیت وای کار ترونو کار ظلمو. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده عزیز السلام علیکم، امیدوارم صحتمند و سر حال باشین. نظم انتظامی بازارها و کنترل دکانها و مارکت‌ها بخشی از فعالیت‌های شاهوالی کابل است. دوستان عزیز، برنامه امروز ما در مورد نرخنامه شاهوالی کابل است. اینکه این نرخنامه بر کدام اساس ساخته میشه، روند تطبیقش چطور است، از معاون تنظیم مارکت‌های شاهوالی کابل میشنویم. بیننده عزیز، انجینر صاحب عصمت الله انصار، معاون ریاست تنظیم مارکت های شاهوالی کابل را با خود داریم. از اینا در مورد نرخنامه و چگونگی روند تطبیق این نرخنامه میپرسیم. السلام علیکم انجینر صاحب، خوب هستین؟ خوب هستم، بخیرت هستید. شما خوب هستید؟ سلامت باشید. شما یک سلام خاص به شما همکار عزیز، بیننده های عزیزی که ما از پرده تلویزیون شما ما را میبینن. لطف کردین صفا آوردین که همو چیزی که حق مردم است او را به مردم میرسارین. و ما امروز آمدیم در سایت تیمنی، کدام شکایت ها را که از سایت تیمنی داشتیم تا همین پروسه نرخنامه را ببینیم که همون نرخنامه شماره 29 است. ما در او تعدیل آوردیم و همون اساس ضرورت های نرخ بازار ببینیم. از یکان شکایت ها بود که مردم بر ما رسانده، اصلا بازار رو ببینیم که موضوع چی هست. اول بگوین که این نرخنامه بر کدام اساس ساخته میشن؟ ما این موضوع رو بارها تکرار هم گفتیم، بازم میگیم. به نام من احتکار و کنترل خیام یک کمیسیون معذف است که در او ادارات مختلف است. اونا به اساس امو معلومات هایی که خود او اداراتی که در اوجه دخیل است، به اساس منابع خود اونا نرخ تعیین میکنن. بعد از او یک نرخنامه از او تشکیل میشه که نرخنامه به بازار عرضه میشه. تطبیق نرخنامه امو چیش به دو شاهوالی کابل است که کمیسیون از طرف کمیسیون تعیین میشه و بعد از او در بازار تطبیق نرخنامه را با شاهوالی کابل عهده خود داره که اونا تطبیق میکنن. چطور تطبیق میشه؟ مثلا نظارت و بررسی چطور است؟ شاهوالی کابل 22 حاکمیت دارند، 22 اونا کنترلر رو هستن، معذف هستن. از ریاست تنظیم مارکت های شاهوالی کابل در هر نوع از 3 نفر 4 نفر توظیف است که نرخنامه را عملا کنترل بکنه روزانه، ببینند که اصناف های مطابق نرخنامه همین خرید و فروش میکنه یا نمیکنه، یا مثلا با مردم همین چیزی که عرضه میشه به مطابق نرخنامه است یا نیست. ما قبلا هم اطمینان دادیم از تطبیق نرخنامه، بازم میگم که انشالله دهی 22 نواحی شهر کابل هم تلاش دارن تا نرخنامه را در بازار تطبیق بکنن. و ما هم خود ما هم روزانه شما میبینیم در بازار میگردیم، کسی که شکایت داشته باشه در نرخنامه نمبر ما هست، مستقیم میتونم رو ما تماس بگیرم. این نرخنامه روزانه ساخته میشه یا هفته وار است، ماهانه است، چطور ساخته میشه؟ نه خیر، نرخنامه خصوص نرخنامه طور است که بازار دیده این در ضرورت است. باز در 15 روز یک جلسه کمیسیون حتمی دار میشه. اگر این طور است که تغییرات زود در بازار میه، باز ما همو جلسه کمیسیون به اون دزارت به زودترین فرصت دایر میشه. حالی قسمی که دیده میشه خو اکثری مواد خوراکی وابسته به دلار است. دلار نمی روزا زیاد تا و بالا میشه، باز این نرخنامه چطور میشه؟ نرخنامه خوب، شما شاید حال هستیم که ما تعدیل نمی روزا که نرخ دلار پایین آمد ما تعدیل نرخ داشتیم. اما یکان وقت موضوعاتی طور است که ما اینجا دلار پایین میاد، اما جنس هایی که از بیرون ما میاد، چون زیادتر جنس های ما شما وارداتی است، اونا نرخ اوجا به دلار بالا میره. باز تفاوت ها را که میسنجی بسیار کم تفاوت میکنه. به می اساس مردم ما شما یکان وقت تقاضا زیر دارن که دلار بسیار پایین شدن، بعد نرخ ها بسیار زیاد پایین بیاد. متاسفانه که ما اینجا دلار میبینیم که پایین میاد، نرخ‌های که از بنادر برای ما وارد میشه اوجا نرخ به دلار یا قیمت میشه دیگر. اون تیگان موضوعات داره که ما باز در بازار بازم تعدیل داریم، نرخ‌ها پایین شده دیگه شک نیست.
در هر کی بروغن شما میبینیم که 100 افغانی 1.5 افغانی تفاوت آمده، خصوصا در حال نیست که فعلا حال دلار چند افغانی پایین آمده. قبلا هم در نرخ ما زیاد تفاوت داشتیم، آرد شما میدین 1800 1.5 آرد بود، الان ما 1580 1500 1600 این آرد ما دارند بازار. برنامه امروز گفتین کنترل نرخنامه است، مواد خوراکی را بهایش کنترل میکنین. شما آمدین در دکان در سوپرمارکت سر زدین، چطور بود تو وضعیت نرخ در اینجا؟ مطابق نرخنامه شهرولی کابل بود یا خیر؟ بله، ما دکان که بررسی کردیم الحمدلله مواد از جا کلش مطابق نرخنامه فروش میرسه. پیامتون چی است به کسایی که مطابق نرخنامه شهرولی کابل موادشان به فروش نمیرسانن و از او سر باز میزنن؟ خب ما همیشه پیام ما به اصناف شهر کابل همین بوده که نرخنامه به اساس معلومات، به اساس یک چیز موثق تعیین میشه با تفاهم اتحادیه های مواد ارتزاقی شهر کابل، با همو افزودی فواید اینا. پیام ما همیشه به اصناف شهر کابل همی است که سر مردم خود ترحم بکنه، مطابق نرخنامه که از طرف کمیسیون یا شهرولی کابل منتشر میشه مطابق همون نرخنامه باید عمل بکنن. کسی که در رابطه تعیین نرخ شکایت دارن، کدام مشکل دارن، میتونن مستقیم از طریق اتحادیه خود به کمیسیون مراجعه کنن. ما انشاءالله به حرفای از گوش میتیم و ما حاضر هستیم که جوابگو باشیم. سپاس از شما. بخیر باشید. دوستان عزیز، همونطوری که مامون صاحبی تنظیم مارکت ها گفتن، اینا در اینجا حضور دارن به خاطر کنترل نرخ مواد اولیه و مواد خوراکی. دوستان عزیز، بریم ببینیم که اینا کجا میرن، کدام دکان ها و بازار ها را کنترل میکنن. با ما باشین. شما خبازیر چند میتونید؟ از 16 سال، از 17 سال چورست تا 2001 سال کتگوری داره، پرورده نام داره، دیگه اون نامبای بالا دیگه آرداش زیاد نام داره. خب ما به خاطر از اینکه در این منطقه همین مراوج هست همون را ما بفرشیم. آرد خوراک هست یک خبازی است؟ آرد خبازی را خود در نخنامه چند است؟ تا 2000 هست، 2100 هم هست. صحیح است که 2100 هست؟ بله، خب اون کتگوری داره. دیگه جنس ها را مطابق نخنامه میتیانیم؟ انشاءالله مطابق. غیر از اینکه ایران براتون واضح بسازم، بعضی وقت نرخ ها بالا میره، باز ما کت نایه تماس میگیریم تعدیل میکنم. این خود شرکت که آورده ای کمفروش هم هست که زدیم که یاد مونده کمفروش هست و جا دو پسر مندازیش نه چیزی نگی که برو نه بیده یعنی چیزی هست که نرخ شیاد آدم میده از او خاطر میگم این چیز هست شیاد آدم میده نه خوب آرد نخوت است، آرد جواری است، تو چیزایی چه زدیم که تو زود گت نشه. هدف مایی است که آل تو همه که جنس میزنی خیر یک دو دانه نبلک خورد است اینجا یک بسته شانون 20 افغانی میتن داریم و سیستم داریم دمیر که داریم بزنید چه ما بفهمیم که نوش چند ضرورت بیخی به گفتن نیست. آل تو برای من یک چیز میگی به مشتری بازگاه شدیم برنز سلوال خودم یک چیز 4-5 رقم داریم یا جزیز ایپونه هست جمع میدیم یه را 3000 خودم شرکت می تمام 3000 می تیم بخاطر ازی که در نرخنامه شما 3000 است. دوم دیگه امی خود شرکت بلش هم داریم 3000. روغن چند می تیم؟ 1360. 1360؟ پیپارا 16 لیتر. 16 دیگر چند می تیم؟ بشکا؟ 16 لیتری؟ بشکا با 1330 رو پنده 1330؟ در نرخنامه چند است؟ در نرخنامه خب بشکا و پیپا یک جای گرفته. خو یک چیز ما هست نه نداره یک دلار فرق داره پیپ نداره. خب اونجا که بر ما که نرخ معلوم میشه که ما به حساب دلاری ما میگیریم ما که میخریم اون بلش برات میتم که کیلو یک قیمت خیلی مورد دیگه نال بر توی چند آمده؟ این یارا 18-20 پیسه دلاری میده. نه نه با افغانی چند بر تو میاد؟ با افغانی خلال تفاوت است به دلار میاد. او بر تو چند میاد؟ 1370
نه 1320 او ارزان است به خاطر که پیپش قیمت است هاین قیمت است هتو گاز تو جان نخنامه را سگ چند است من 1360 1400 نه تعدیلش است 1360 دینا رو بیش استاد سگ شاید 20 20 چند گرفتی شاید 20 20 شاید نه نرخش هم همین نرخ دلاری است دلاری چون با چون اومده بر تو؟ نه دانه پیپ این دانه یکیست؟ آه این است تعدادش 20 دانه است؟ 20 دانه یازده و نیم یازده و نیم دلار اومده؟ یازده و نیم دلار که دلی تر است نه روی چی رو میمه است؟ نامش هم نگید؟ نه یازده و بیست پیس یازده و بیست کوی کجا بود؟ همین پیپای ابریشم این پیپ ستیر پیپ شوایبش باز قیمت تر از 20 و 20 است یک دلار تفاوت داره ایده تا دوستان عزیز هم طوری که گفتم اینا در دکان های مختلف سر میزنن اینجا در یک دکانی دیگه آمدن تا نرخنامه شاروالی کابل را کنترل بکنن ببخش ناجی صاحب یازه میتونید سا زیاد باش این بیده برای که نشته میکنم تو چیز خریدی های صاحب؟ ما چی دی وقت دار؟ دولو و غوڑی و دفع کور رفاره؟ کور رفاره غوڑی دی پسو وقت دار؟ غوڑی بلنده کنه نکنه نخ دوم نخو دی سوی لیس چو دیز یخ دار؟ نقار بخ رازو میش پیمش میدید این سوگدام بوسه نه؟ چنگ در نرخی؟ نرخی سعید آلا از نور دکانداران ندار سعیدی در کورون و مخی دکان نشیدی در غی نیو پسو نخ گوری کنه ولاد هغه دکانونه چې نرخه وایي چې د دل ترازو د 30 روپۍ فرق کوي مونږ ته فرق کوي او فرق کوي شه اور نو فائدہ دل ته ده 1560 نشته کو بوجه سبیل 1560 چیرې برنج چن میتی 2400 همیشه میبرم نشته روغن دیوړه کی بوتل اخی نه ځکه روغن پیرا ترام نو وړم کله باز وا ختم کی چی ختم د پاره 5 لیټره وړم 5 لیټره او چې راغی نه غټ پلم نشه ایرو کلون نشته کو خرد نشته نه روغن خرد میگیره اون میارم از پیش مشتری ما چند 400 دین یا واسه ما روغن یه خاطر سم من کلون پای باز دو تا نشته کو اقبال دو تا نشته نه نه واسه ما دار است خو از وی روغن است یه از آجی صاحب کدام کی سمیس دست ما ده او خو ایرا بر دو تا نشتا کار دو تا نشتا دو بدل باش برو نرخون اجی صد دست دیگه ها برو را این مطابق نرخون سودا میکنه پیش ما میر نشتا کدی نه چیزی که نرخون مشتری دار خودن سودا میگیره بزی راو تا سال تا خبر کول گرال موتور مو وتر شا دا اوس من دی ګورو سه بار وخت دی ګورو استاد ما ګورای استاد سو دغه ګورو سه بیر تغییرات راغلی نامو خدای بیر تغییرات راغلی ادا به نه شد تغییر راغلی او دوی مال خیر دی شي دکاندارانو به دې کې ډیر غنه کوي خو ځین جا تخلفات مو ګمینو نه من دی نو سه فیسبوک نه کې دی مینو تلویزیون نه کې دی مینو ان شاء الله نامو خدای ډیر تاسو دې خدای اجر در کې تاسو تم اگر کم ماش اخله یا کم تکلیف چوبه سه اگر لاله وای سر تاسو خیر دې مګه وظیفه لا بعد ویکو تشکر سه خو من ته ارجو استاد زئی یا خرید کوي بله یا بلوت بعد د عام خلق وکي بله اوس دا نخنامه باید نخنامه دی پایزه دی نخنامه ګوري نخنامه ګوري چورو دا نخنامه راغلې دا د چی لپاره دا اوس خو خو چې نخنامه نشرکیږي کاغذ مصرفیږي کارمندان به مصرف دي د موږ تقریبا دا تنو دی یو ریاست بله چې پاکي د موږ ریاست دا یعنی دا یو سلو شن نفره پندق مخنامه که مصروف دید بله باشه در ماه شخلی کارمندان دی کنه نودت هم دیر پاردی ستاست و سهنه را بودی ستاست کل هر جای نر خخلی باید مخنامه او مخنامه باید دو گره مخنامه او گره که مطابق دی مخنامه نو حال تا دی ماه شماره ستب سعید است دیستی ها پیام ما تکی دی مشخصات دکاندار تو ای دیر ازاد دی بزا عجل در تمام دیر ازاد سعید هم دیر ازاد کدام دیگه مشکل خونه ایست؟ دنر کدام مشکل نداره؟ نه خیلی قیمت خو نیست؟ نیست نخنامه قیمت نیست از نیم و قلال در اپا بسر با میمانه بس بسر بس کمو با آنه سهی دیگه تا کل به خدا خیلی بیم بخیر تشکر بیم تشکر بیم تشکر بیم سلام علیکم چطور است؟ خوب است؟ سعجت خوب است؟ خیرت انشاءالله نخوامه داری؟ شماره چند است؟ 29 تعدیل شماره 29
6 بلد کجاست؟ ای شما را یک چیز گفته بودم نمیکنیم این کار نه؟ مجبور بگم آن سر اون نیست او بل منو سی نیست اینی بیره تو سی نیست نیخوی اینی پایتخت بنام دکانم اینی هست حال دکان تو خمی هست اینی بله میبینه این چی هست اینی؟ این یه شرکت ها میتنید اینی چی هست؟ شتر نویس و یکان چیز خود نشتر میگونده نه اینی چی هست اینی؟ او از شرکت عویز ده کپی هست اونی؟ آه این بل اصلیست؟ آه این کپی هست تو را من گفتم اون دفعه که اینی بل چاپ کم این چیز کداره کپی؟ چرا نکنی؟ کو کپی دارست هم؟ نشان اینی ها چیزایی سودا کردیم کپی دارست هم کو؟ در مجموز؟ یکان تایشه که چون در پشت بلام جنس ها میه باز میکنیم نرخواهش در ایش نمیه ایخ سرب تو چی رو نشتا کنی؟ جمله ازو کو؟ بل کندگی بودن آمده جملهش دیگه چی میخواییم؟ آورده چند سودا کردی؟ 1660 چرا؟ جاگرم در سوی چند؟ 1660 چرا 1660؟ آورده مرواجیست؟ بخطه اینی بل و دولار موقع بوده 69-23-23 مثلا از کی گرفتی ره؟ 470 ضربه 69 شد یا 30 تقسیم 20 1628 تمام میشه مسئولیت و وای کار دورون و کار ظلم و مکینه سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم تو مرک ترازوی تی طرف تی ترازو هست؟ تو بیا این طرف تی چی رقم ترازو میاری هست؟ چی رقم ترازو سو باشد؟ دادا دفعه قسمت اگه سی رو سین تو مرک ازانو یک سو دو چند هست؟ یک سو دو چند هست؟ آی سیس این خو گرم هست بلیس گرم هست یک سو دو چلا هفت صبر کو یک رقم سیز نگرام یک سو دو پینجا و یک این سیس بابا چی چرا هر نان تپاوت داره؟ یک آن تو تندور میچسب تندور میچسب این یک سو دو چلا هشت نان چی نداری خوش؟ باش که برای یا نان سر برای جوری رو بده نان سر سی سو پانزه من این گرام بارا من آقا چقدر دیگه خیلی بلور بگی بلور موال اول بیا چی؟ ایره شهیره یک ساز دانش بود نانه کرده وزن موزه بخواه کم نمیباشه ما خودم هر وقت دل میکنه نانه وزن باید پوره باشه خب؟ پوره از وزن کم نباشه کم ایز انشالا نمیباشه نخنامه داری؟ آه خب؟ مطابق نخنامه است وزنی؟ نان خوشگیر یه را متوجه باش که نان کم نشه خواه؟ نه انشالا کم نمی باشه زیاد می باشه کم نی دیگر نظافتت خود جور است؟ بیاخه من خب؟ متوجه باش دوستا عزیز از دکاندار می پرسیم که اینا راضی هستن از کنترول و بررسی شاروالی کابل از نرخنامه السلام علیک برادر خوب هستین سلام علیکم برادر خوب هستین بخیر اسم من پاتلاس یک تن از دکانداران پروژه تایمنی سلامت باشی برادر خودت راضی هستی که شاروالی کابل به نرخنامه خودت تعقیب بکنه نرخ کنترل بکنه 100% راضی هستم برادر اگر امی از بالا جا از تجارا و از یا کنترل باشن باز از مام کنترل میشه ما تو مام خوش می باشیم به شری هم خوش می باشن نه سر ما ظلم میشه نه سر مشری ظلم میشه چی گفتنی داری به بعضی دکاندارایی که نرخنامه را در نظر نمیگیرن
دلار قیمتش به آنها کرده باز هر قدر که دلشان خواست موادشان به فروش میرسانند. بر دکاندارا پیام این هستن که در این وضعیت امروی مردم افغانستان کمک کنند، چون اقتصاد وضع اقتصادی اما مردم برای خودشان معلوم است که خراب است و اقتصادشان خوب نیست، اقتصادشان ضعیف است، مردم بیکار هستند. ولی یک تن از دکاندارا خودم هم هستم که او قدر که مثل در تغییر دلار که دلار بالا میره جنس تغییر میکنه، در پایین شدنش تغییر نمیکنه. امیال کدام نرخای را بر شما در منڈی میتن به این اندازه هم نیستن. یعنی شما راضی هستین بالاخره از نرخ نامده؟ راضی خواستیم ولی به او اندازه که به شما تجار نرخ میتن او رقم نیست. سپاس از شما، موفق باشید. زنده باشید. سلامات باشید. بیننده عزیز، قسمی که شما دیدین مامون صاحب این تنظیم مارکت ها و دکان های مختلف سر زد و دکان ها را نرخ نامه را بررسی نمود که دکاندارا مطابق نرخ نامه شهرولی کابل فروش می کنند یا خیر. مسئولان شهرولی کابل از شهروندان می خواهد هنگام خرید مواد خوراکی به نرخ نامه شهرولی کابل توجه نمایند. اگر به گزا فروشی و یا فروشی بالاتر از نرخ نامه شهرولی کابل برمی خورند، با شماره تماسی که در نرخ نامه درج است به تماس شده شکایتشان را درج نمایند. دوستا عزیز، این بود برنامه امروز ما. تا دیدار بعد، موفق و سرفراز باشید. زیرک و سی بیزار، ظلم و مکی نی قرار، ظلم و مکی نی قرار، ده شاهد اشنای